درود بر شما همراهان عزیز کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از اولین صحبتهای امید خلیلی مجری پرطرفدار شبکه خوب من تو بعد از تعطیلی این شبکه که حرفهای جنجالی زده با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. در حدود دو هفته از تعطیلی شبکه پرطرفدار و پربیننده منوتو میگذره که البته در این مدت کارکنان مجریان و رؤسای این شبکه در فضای مجازی همچنان در کنار مردم موندن و همراه بودن با مردم رو تعطیل نکردند امید خلیلی مجری پرطرفدار برنامه امید ای ام که البته با به فرمایید شام و شعر یادت نره شناخته شد و پرطرفدار شد لایوی رو در اینستاگرامش گذاشته و حرفهای جنجالی زده اون در پاسخ به صحبت مخاطبینش که گفتن ایشالله زود برگردیم گفت ما برگردیم یا برنگردیم ایران کمک میخواد اون هم از سمت مردمش و فرزندانش باید بهش کمک کنیم تک تکمون در قبال سرزمینمون و فرزندانمون مسئولیم من چند وقت پیش با پدرم صحبت میکردم و ازش گله میکردم هرچند که اون هم مثل بقیه هم نسلانش هیچی رو گردن نمیگیره گفتم اون زمانی که شما جوون و پر انرژی بودید شوق زندگی داشتید اگه وای میستادید و میجنگیدید و نمیذاشتید خمینی بیاد و همه کارا رو دستش بگیره حقتون رو میگرفتید امروز این مسئولیت سنگین روی دوش نسل ما گذاشته نمیشد و این چرخه همینجوری ادامه داره یعنی اگر امروز ما کاری انجام ندیم اگر حقمون رو نگیریم و واسه آزادیمون نجنگیم این مسئولیت خطیر رو میذاریم روی دوش بچه‌هامون اونا ان که باید بجنگن و همین حرفها رو اونا فردا به ما میزنن باید به هوش باشیم به گوش باشیم این مسئولیت ملی ماست الانم که توی این روزها خیلی دارن ساز و ناقاره انتخابات رو میزنن چند روز دیگه از خواهش میکنم فریب این حرف رو نخوریم این بار به شعور خودتون احترام بذارید 45 سال صندوق گذاشتن هزار تا وعده و وعید دادن مردمم گفتن شاید این یکی با اونها فرق کنه ته تهش هر کی که میخواستن رو توی صندوق ها در آوردن آخرش هم زندگی ما بهتر که نشد هیچ روز به روز بدتر هم شد فقط ما کمک کردیم و به اینها مشروعیت دادیم با حضور توی صفهای انتخابات حضور جلوی دوربین صدا و سیما یک بار واسه همیشه دست به دست هم بدیم و یه اتفاق ملی رو رقم بزنیم یه قهر ملی با این حکومت اشغالگر و کودک کش داشته باشیم همگی یک صدا بگیم رای بی رای اون در ادامه صحبتهاش گفت اگر یک درصد فایده داشت میگفتم آقا برید رأی بدید شاید فرجی بشه شاید این یکی نماینده با وجدان تر باشه ولی اصلا قضیه اینا نیست قضیه اینه که یک نگاه ایدئولوژیک از بالا در این حکومت داره کار میکنه و در راستای اون همه گام برمیدارن مسئولین و منتخبین و کارمندان و کارکنانش هم باید در اون راستا باشند و اون نگاه ایدئولوژیک تعمین بشه و بره جلو نه رفاه مردم واسهشون مهمه نه آبادانی و عمران میهن مهمه نه آینده بچه ها مهمه نه اینکه ما از کل کشورهای منطقه جا موندیم حتی از دیروز خودمون هم ما جا موندیم فقط ایدئولوژی و چپاولی که دارن میکنن براشون مهمه خیلی ها میگن اگر رای ندیم هم اتفاقی نمیفته چرا میفته خیلی ساده است به قول هانا آرنت اگر در یک حکومت تمامیت خواه و توتالیته رأی چیزی رو عوض می کرد مطمئن باشید که هیچ وقت صندوق رأی جلوی مردم گذاشته نمی شد. پس همش بازیه هیچ چیزی عوض نمیشه اما یه اتفاقی میافته شما وقتی حضور پیدا می کنی پای صندوق رأی اونا که کار خودشونو میکنن الان هم هر کی رو میخوان از الان انتخاب کردن فقط این حضور شما به مسخره بازیشون مشروعیت میده دوربینا رو میچینن در سراسر سر دنیا پخش میشه که ببینید ما چه مشروعیتی در بین مردم داریم ببینید که مردم چقدر از ما حمایت میکنن ما انتخابات آزاد داریم دموکراسی در کشورمون برقراره کی گفته ما دیکتاتوریم ما کسی رو سرکوب نکردیم همه ما رو دوست دارن مردم با حضور پرشور خودشون مشتی محکم بر دهان استکبار جهانی زدن اما وقتی حضور نداشته باشین این مشروعیت رو دیگه نخواهند داشت اگر پشتگرمی مردم رو نداشته باشن نمیتونن بیان شاخشونه بکشن در مجامع بین المللی پولای بلوکه رو نمیتونن آزاد کنن. تو روی جهان نمیتونن وایسن. این قدرت رو ما بهشون میدیم. اونها به عنوان یک حکومت مشروع شناخته میشن پس میتونن واسه همه شاخ بکشن. دقیقا وقتی که رأی میدیم انگار پا میذاریم رو خون بچه هامون. یه نفر هم اومده بود گفته بود کاش شاه دوباره برمیگشت امید در پاسخش گفت همین جواد ظریف چند وقت پیش گفته بود ما خودمون انتخاب کردیم اینجوری زندگی کنیم ما خودمون منظورش ما ملت نبود خودشونو میگفتن که سر سفره انقلاب نشستن و میخورن و میبرن و هیچی به هیچی بیاید دیگه گول نخوریم اومدن گفتن شاه داره میخوره میبره به مردم نمیرسه اما روح الله خمینی سید اولاد پیغمبر اومده عکسش تو ماه. آب و برق و مجانی میکنه دیگه لازم نیست کسی پول جمع کنه خونه بخره اون به همه خونه میده الان دارن همون آدما با چراغ موشی توی تاریخ دنبال همچین شخصیتی مثل محمد رضا شاه میگردن که فقط بیاد و نجاتشون بده ما مثل پدرانمون نباشیم اون است جوگیر شدن و گند زدن ولی ما باید آگاه باشیم ما کشورمون برامون مهم باشه دنبال ایدئولوژی نریم کورکورانه هم از کسی پیروی نکنیم در مورد هر چی شنیدیم و گفتن تحقیق کنیم تهشو در بیاریم به 57 میگی چرا این کارو کردی میگن ما نمیدونستیم که از جایی خبر نداشتیم الان ولی کسی نمیتونه بگه من نمیدونستم اینم البته عذر بدتر از گناهشونه ها همه ی حرفهای خمینی معلوم بود رسالش بود تو روز روشن داشتن آدمها رو همون اوایل انقلاب میکشتن ولی اینا میگن ما نمیدونستیم یکی از مخاطبینش هم بهش گفت چقدر دلتنگ اجرای امید ای ام شدیم امید گفت خودم هم خیلی دلتنگم تماس تماسهامون خیلی خوب و عالی شده بود برنامه واقعا هدفمند جلو میرفت عالی داشتیم پیش میرفتیم روی موضوع حرف میزدیم چقدر خوراک ذهنی خوبی به هم می دادیم. شما مردم چه بحث هایی رو باز میکردین چقدر از داخل کشور به ما می گفتید. چقدر خوب جواب دشمنو میدادید از دوست حمایت می کردید خیلی دلم برای اون رابطه صمیمانه و دلی تنگ شده امیدوار امیدوارم اتفاقی بیفته که بتونیم دوباره در خدمتتون باشیم برگردیم قویتر از قبل ادامه بدیم اگرم نشد که سر مجازی سلامت میایم اینجا باز هم با هم صحبت میکنیم دلمون سبک میشه مطمئنا مثل یه تلویزیون به اون بزرگی که نمیشه اما فعلا میشه روش حساب کرد اون در ادامه هم گفت برای خود ما هم تعطیلی من و تو خیلی سخته ما 13 14 سال عادت کرده بودیم بیایم یه برنامه ای رو اجرا کنیم هر روز به اجرای بهتر فکر کنیم به قسمت بعدی فکر کنیم به حرفهای عمیق تر فکر کنیم امیدمون این بود اما خب دیگه اون امید رو نداریم و خیلی سخته انگار چند روزی رو همه ما در کما بودیم یه چند وقتی میشه یه دو هفته ای میشه فکر می کنم نشمردم روزا رو راسش بخوای یه چند روزشم تو کما بودیم نفهمیدیم چی شد نبودیم در خدمتتون دلتنگ بودیم مخاطب دیگه ای هم گفت درسته که ما رأی نمیدیم اما یک مشت گشنه و فقیر رو میخرن که رأی بدن امید گفت درسته این هم خیلی اسفناک و تلخه خیلی بده مردمی رو گرسنه و پابرهنه نگه داشتن توی تنگنا و فقر و سختی موندن بعد برای یک پرس غذا رأیش رو میخرن طرف رو مجبور میکنن به خاطر یه غذای گرم چند کیلو برنج دوتا تا تراول رأیش رو بفروشه رأیی که چهار سال یه جریانی رو میاره سر کار تو کشور که هیچ دردی رو هم البته دوا میکنه، اما خب با همون رأی ها اونها مشروعیت میخرن درسته که اونها کار خودشون رو در نهایت میکنن اما چرا باید مردم ما اینطوری گرسنه و فقیر بمونن روزیشون رو از توی سطل در بیارن اما موقع رأی گرفتن آدمهای مهمی بشن آینده بچه هامون و مملکتمون و خون جوونامون به یه پرس چلو کباب نفروشیم امید در پایان هم در پاسخ به تعدادی از مخاطبین به ظاهر ارزشی که به اونها حمله کرده بودند که شما در ایران نیستید و اصلا به اوضاع ایران چیکار دارید گفت ما فیزیکی جاییم. چندین سال روح و روانمون اونجاست و این بدترین مدل زندگیه اینکه خبرهای بد رو بشنوی اوضاع بد هموطنان و همخونهات رو ببینی اما کاری به جز حرف زدن از دستت بر نیاد مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.